خیلی خوب میاد، خیلی. این بچه بازیگره بابا جان. بخوره؟ بده بخوره، دارو میفتید. بزرگ نیست؟ نه بابا بده شکنه. کاش مجیکای دیگه هم انجام میداد. سلام به همگی، به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدیم. بذار بزنمتون اینجا که آها، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. امیدوارم که این ویدیو خوب شه، بتونم بذارمش دوباره، نندازم عقب، هیت آخر ویدیو امروز رو بگیرم. خیلی خیلی دلم واسه یوتیوب و شما تنگ شده بود. یعنی این چند وقت انقدر اعصابم خورده که چرا همت میکنم یه ویدیو درسته بگیرم که ادیت کنم بذارم، ولی داشتم میدیدم ولاگای بقیه رو و همه اینجوری بودن که هر ویدیوی میگیرن انگار خیلی خوب به نظر نمیاد، بعد هی میخوان دوباره بگیرن. واقعا داشتم ولاگ قبلی ها میدیدم، دیدم من خیلی رندوم ویدیو میذاشم، یعنی مثلا از هر جایی که میرفتم یه تیکش رو میذاشم، حالا به هم ربط داشت یا نداشت فرقی نمیکرد، ولی تاثیر نیستش این چیزی که همه میگن. این مدت که نبودم الان فکر کنم چند وقته، 5-6 ماهی که من اصلا یوتیوب ویدیو نذاشتم، خیلی اتفاق افتاد. ولی حالا جدا از این که اتفاق خوب و بد افتاد، خیلی از شماها رو دیدم که جز اتفاق خیلی خوبش بود. اصلا فکرش رو نمی کردم که بتونم حالا تعداد نسبتا زیادیتون رو دانشگاه، تو کافه، بیرون ببینم و خیلی خوشحالم می کرد که می اومدین جلو به هم می گفتین من می شناسین از یوتیوب. خیلی خیلی حس خوبی بود. اون اوایل که معلوم بود چرا ویدیو نمیذارم، حتی بازم بعضیتون رو می دیدم اینجوری که چرا ویدیو نمیذاری، ولی خب خیلی منطقی بود، هیچ کی ویدیو نمیذاشت، درستش هم همین بود. ولی بعد یه مدت خب حال هیچکی خوب نبود عملا، بعد اینجوری هم بودم که خب کانتنتی که من تولید میکنم اونقدر فان نیست که بگم تو این شرایط نمیتونم ویدیو بذارم، صرفا دارم مثلا ولاگ روزمره میذارم، حالا جز موقعیت های خاص که مثلا یه سری بازی هایی رو میذارم که فان باشه. انقدر بی انگیزه شده بودم، انقدر علازه درسی علاوه مثلا یوتیوبم و اینا هیچ فعالیتی نمی‌کردم و بی انگیزه بودم که اصلا یادم رفته بود یوتیوبو، که بعد یه مدت اینجوری بودم که آهان، به خاطر یوتیوبه که برای قرن حالم خوب نیست. چون واقعا تابستون اون انرژی که از شما میگرفتم و اصلا نمی‌تونم توصیف کنم که چقدر برام قشنگ بود، خب خیلی حس خوبی داشت. دیگه انقدر عقب انداختم تا اینکه الان دیگه تقریبا همه بلاگر و همه یوتیوبرها دارن ویدیو میذارن و من همچنان تو مرحله ویدیو گرفتنم. اصلا واقعا خورد میشه، یعنی انقدر تنبلی میاد که بیام ویدیو بگیرم. خیلی دوست داشتم براتون یه ویدیو خیلی خوب بذارم، بالاخره بعد چند ماه دارم برمیگردم. توی این چند ماه هم هی ویدیو گرفتم، یعنی هی مثلا یه اتفاق خاص میافتاد اینجوری بودم که بذار ویدیو بگیرم، ولی تاش اینجوری بودم که خب حتی من بعد 6 ماه هم نمیام یه ویدیو جدا اونا رو بذارم، چون حس و حال اون لحظه‌م شاید خوب بوده، ولی میدونی نمیتونستم منتقل کنم بهتون حس خوبه رو. برای همین چه میدونم تولدم گذشت، خیلی دارم خواست ولاگ بگیرم که فقط تیکاشو براتون میذارم. دیروز تولد امتحان داریم. تولد 20 سالگی شده. یکی گیره سینگل. تمام پیلتری. تورجی داری سینگل. تغییر زیاد، ولی ناراحتم چون هایلایت هم خیلی اومده پایین. خیلی سخته کسایی که موهاشون صافه چجوری واقعا چجوری میتونید، دیوانه میشن. این باقی کتاب که درس بخونیم باید خیلی رسیدیم. عکس لطفا عکس بشین رو گوسفند. هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یه! های کنی تو!
تولد دوستان بود، خیلی جمع و جور سعی میکردیم مثلا جشن بگیریم. خب بالاخره وضعیت اونقدر خوب نبود که بخوایم حالا مثلا پارتی اونجوری بگیریم. دوستامون شمال رفتیم بعد مدت ها، یعنی ما تابستون کلا هیچ جا نرفتیم ولی بعد مدت ها رفتیم با هم دیگه شمال، همه هم با هم رفتیم. اولین باری بودش که من با دوستای دخترم میرفتم شمال، خیلی خوش گذشت، خیلی زیاد، یعنی 5 روز انگار از همه چیز ما دور بودیم، واقعا بهمون خوش گذشت. شیش صبح پف زیاده. گرمه. روز دوم سفر خوش آمدید. خیلی تصویر از دیشب ندارم نشونتون بدیم ولی امروز احتمال زیاد قرار خیلی برنامه مفرحی داشته باشیم. اولین شمال من غزل. ما هر مسافرتی که فکر کنید با هم رفتیم جز شمال. خیلی هیجان انگیزه، خیلی هم سرده ولی خوشگله، دریا همیشه خوشگله. گل دارم. یو یو رسیدیم و رسیدیم. خیلی متفاوت نیست ولی بارون میاد. مهدی هم کلا با ما حال نمی کنه، حتی نمیشه به من دارم چی میگه چون هیدفون تو گوشه. چی میگه؟ هیچی تو میگه رضا من نگار بهت حمله نکنه حسین. خوش سنگه نمی کنه ها. نگار کس دمونجه ها بابو من باشی. میگم بازم تو این چند ماه اتفاق زیاد افتاد، حالا از همش نه ویدیو دارم نه یادمه که بخوام اصلا تعریف کنم، ولی اتفاق خیلی جالب افتاد. مثلا اون کسایی که از قبل تو کانال من بودن یا حالا همه ویدیوهای منو دیدن براشون میتونه جالب باشه که با خودم گفتم یه ویدیو جدا برای اون درست کنم، این وسط نذارم. نمیدونم مثلا چند تاتون حالا که منو دیدین اسپویل شده یا هر چی، ولی اتفاق جالبه، یعنی ویدیوش جالب از آب در اومد اون لحظه که یه ساعت سورپرایز تور بود. تو ویدیو بعدی حتما اگه دوست داشتین ویدیو بعدی رو ببینین، تو اون ویدیو حتما براتون میذارم. علاوه شرایط روحی اصلا وضعیت خوبی نبود این 6 ماه، یعنی من کلا هر سال سر پاییز و زمستون خیلی دپرس میشم چون من عاشق روزم و اینجوریام که مثلا آفتاب در میاد اینا مثلا خیلی دوست دارم. بعد کلا دپرس بودم با این وضعیتی هاییم که پیش اومد که اصلا هیچی، خیلی حالم خوب نبود، برای همین اصلا در دماغ ویدیو گرفتن نداشتم. تنها کاری که واسه وضعیت رویم کردم باشگاه ثبت نام کردم، چون فکر کنم مثلا دانشگاه که نه میرفتیم نه هیچی، کلا رو هوا بود. حالا این ترم یکم داریم جدی تر پیش میریم ولی باشگاه ثبت نام کردم. بهتون خیلی پیشنهاد میکنم بچه ها اگه دنبال اینین که یه چیزی بهتون انگیزه بده، باشگاه من با یه 2 روز رفتن بیشتر نمیرم، خیلی بهم انگیزه میده. این لباسی هم که تنمه واسه غزله ولی چون فوبیای کوسه داره دادتش به من، ولی خیلی بامزه است، نیست خودش میگه خیلی زشته ولی خیلی بامزه است. نمیدونم الانم از دانشگاه اومدم خونه، باید کم کم حاضر شم که بچه‌ها میرن دنبالم، برم بیرون یه قهوه بزنم و بیام. ولی آره دیگه تا ویدیوی بعدی یه سری ویدیو هم شاید نتونم بذارم تو این ویدیو، حالا نمیدونم. بچه‌ها از اونجایی که غزل کارت دانشجویی نداره تا
توی صندوق پایش کردی کراش بده نه بودو 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 خیلی آدم چه خوب بود جا دنج بودا داشتم سرچ میکردم ببینم نه تنفس اونجا باید چه